اما در کابل مد لباس هست. ما میخواهیم فرهنگ اصیل افغانستان را زنده بکنیم، چه کار چی فرهنگه؟ هیچی زن تمام آرایش و زینت خود را بکنه، بعد علنن بیای بروی سرکه های کابل خود را برای بیگانگان نشان بده و بعد بگه که ما فرهنگ اصیل افغانستان را زنده میکنیم و بعد با بی حیایی کامل بگه حالا که در کابلی فرهنگ را زنده کردیم. قدم دوم ما هرات هست که میخواییم در هرات فرهنگ اصیل افغانستان را زنده بکنیم و زنها را با تمام آرایش و بیهجابی برای دیگران و بیگانگان نشان بدیم. برای بیگانگان نشان بدیم حق زنه. میخواییم هرات را به ایجا بکشانیم. ای ملت، امروز اینقدر گستاخ و بی ادب شدن در برابر فرامین پروردگار من و تو، اینقدر بی حیا شدن در برابر کتاب خدا که خدای تبارک و تعالی می فرمایه که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، نباید چنین کاری انجام بدن. ولی او مسلمان نما میگه من میخوام در هرات بیایم زنها رو به نمایش بگذارم، اما من برایشان میگویم که این فکر و اندیشه را به دور ببرید. این ملت هنوز مسلمانه. رگ رگ این ملت، در تمام رگ‌های این ملت لا اله الا الله محمد رسول الله جاری است. تو فکر میکنی این ملت از قرآن و حدیث رسول الله فاصله گرفتن؟ ولی من میگم که هنوز این ملت با غیرت خود را فدای قرآن میکنن. من زنها رو میارم به ولایت هرات، به رو سرکه ها نمایش میدم، به کدو اجازه، به کدو قانون؟ والله قسم علمای هرات قسم میخورم که برای چنین گستاخان و بیادبان اجازه بیادبی نخواهد داد. ملت مسلمان هست. خب کی صبر کنیم یه قرآن ما توهین بکند؟ رسول نازنین علیه الصلاة و السلام چی میگوین؟ قول من نیست، سخن من نیست، قول محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر میفرماین صنفان من امتی من اهل النار، دو گروه از امت من از اهل جهنمه. یک گروه کیا هستن؟ نساءن، زنهای از اهل جهنمن، کاسیاتن عاریات، لباس بتن میکنن اما برهنه ان، لباس شیک و مدل جدید و فلان و فلان لباس رو بتن میکنه بزرگوار که دگرار جلب و جذب خود بکنه. از الله نمیترسی؟ حیا نمیکنی؟ رسول الله میفرماین مائلات و ممیلات کچ کچ را میره، با ناز و کرشمه را میره. انقدر بی حیا و بی عزت شده ای زن از خدا بی خبر، انقدر خدا و پیامبر را مد نظر نمیگیره. رؤوسهن که اسنمت البخت المائله، سرهای خود را مثل کوهای کوهن شطور موهای خود را جور میکنن. نقدیفه نچادره با تمام قوت و انرژی برو خود را برای بیگانگان نشان بده. رسول الله می فرماین لا یدخلن الجنه، داخل بهش نمی شوند و بوی از بهش هم احساس نمی کنند. حالا این بزرگوار میگه من میرم به هرات زنها را آشکار میکنم، به معرض دیدگان قرار میدم، با کدام فرهنگ؟ نی قانون گفتنی هم قانون خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بس کنید فساد، بس کنید فحشا، بس کنید منکرات را. والله قسمی ملت خسته شده از این بازی های پوچ شما، نمیخواهن شما را. چند فیصد دنبال فساد و فحشا میگردن؟ شما برید مساجد را نگاه بکنید، هر مسجد کم از کم 2000، 3000، 4000 عاشقان قرآن و عاشقان دین مبین اسلام قرار دارن. اینهایی که به نماز می آین خانواده هایشان با عفت و پاک دامن و با عزت هست. کیها هستن دنبال روی شما؟ کیها هستن طرفداران شما؟ ما می خواهیم در هرات فرهنگ اصیل افغانستان را زنده بکنیم. شمای فرهنگ اصیل خودر ببرید به قبرستان، به گورستان و هرگیز ملت نتنها علما تا
تنها کار کار علما نیست، تمام ملت در کنار علما در برابر فساد و فحش و منکرات ایستاده اند و نمیگذارند در این وطن فحش و منکرات علنی بشود. الله سبحانه و تعالی همه من و شما را بیدار بکند. اونهایی که دنبال فساد و فحشا میگردن، اونهایی که دنبال چنین مفاسد اخلاقی میگردن، از این جای اعلان میکنم جایشان هرات نیه. هرات جای فساد و فحشا و منکرات نیست. هرات جاییست که در اینجا بزرگان ما فدای دین شدن. چرا خون دادیم؟ جهاد بزرگان ما به خاطر چی بوده؟ ما هم فرزندان همون بزرگان هستیم. دین ما بالاتر از همه چیز ما هست. بزرگترین ثروت ما دین ما هست. بزرگترین چیزی که در زندگی ما ارزش داره قانون خدا و قانون پیامبر و لا اله الا الله محمد رسول الله هست. هرات سرزمین است که برای بیگانگان در دفعات گذشته هم اجازه نداده و از امروز هم اجازه نمی دهد که بیاین به این وطن، به این سرزمین خواجه انصار و فخرالدین رازی و ابوالولید هروی و جامی فساد و فحشار بپا بکنن.